اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلك اعداءهم و قتلتهم و ظالميهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا ابا محمد يا حسن ابن علي يا كريم آل الله. صلى الله عليك يا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ایها الرؤوف و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت و تعزیت عرض میکنم سال روز شهادت آقا امام مجتبی سبط اکبر. به نقل و روایتی رو در این روز آخر ماه صفر و همچنین شهادت مظلومانه آقا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا رو خدمت همه شما بینندگان و شیعیان امیر المؤمنین صلوات الله علیه. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و عافیت باشید و طاعات و عباداتتون مقبول. بینندگان عزیزی که در مشهد مقدس تشریف دارید و انشاءالله بیننده این برنامه هستید، امیدوارم که در این روز در هنگام زیارت آقا حضرت رضا علیه السلام ما رو هم در این زیارت شریک کنید. دعاگوی شما خواهیم بود. با برنامه معراج در خدمتون هستیم و در حضور کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمن هستم و خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون و متشکر. بنده هم خدمت همه عزیزان سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم در این روز عزیز، روز شهادت مظلومانه حضرت رضا علیه السلام، همه عزیزان مورد لطف آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشن انشاءالله. در خدمت. بله، با توجه به روزی که درش قرار داریم امیدوارم که انشاءالله بتونیم امروز یه قدری در خصوص حضرت رضا علیه السلام با بینندگان عزیز انشاءالله گفتگو کنیم. انشاءالله حدیثی رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم و به استودیو برمیگردیم و سخنان کارشناس محترم استفاده میکنیم. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إمام عليه السلام مظهر علم خدای تبارک و تعالی است. چیزی از علم امام پنهان نیست، نه چیز آسمانی، نه شیء زمینی، نه شیء مربوط به دنیا، نه شیء مربوط به آخرت.
همه چی را می داند، از همه چی با خبر است، بر زمان اشراف داره، گذشته را می داند، زمان حال، آنچه که رخ می دهد در زمان حال، امام علیه السلام برش اشراف داره، آنچه که بناست در آینده صورت بگیرد تا قیام قیامت کاملا امام علیه السلام ازش مطلعه. حتی می داند امام چه کسی به دنیا می آید و چه کسی از دنیا می رود، تمامش به اذن خدای تبارک و تعالی. اذا شاء او علم، علمشون به مشیت و اراده خودشونه، اسباب و وسائل نمیخواد برای دانستن امام. امام به اراده خودش هرچی را اراده کند و هرچی مشیتش بهش تعلق بگیرد میتواند اون شی را بهش آگاه بشه و مطلع بشه. اذا شاء او علم. در حالات حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام دارد، وقتی تشریف بردن به خراسان، نرسیده به شهر طوس، وقتی به دیوار شهر طوس رسیدن، صدای گریه و شیونی به گوش مبارک امام هشتم علیه السلام رسید. حضرت تشریف بردن به طرف صدا، متوجه شدن شخص مؤمنی از دنیا رفته، خانواده او مشغول گریه و زاری هستند. فوراً حضرت از مرکب پیاده شدند و در تشییع جنازه اون بنده خدا حاضر شدند. حتی چهار گوشه جنازه را هم بر کتف مبارکشون برداشتن و این عمل امام معصومه، همینطوری که کلام و سخن معصوم برای ما دلیل شرعی است و حجته، فعل و عمل امام هم برای ما حجته. از این جهت آقایان فقها در رساله های عملیشون می نویسن مستحب انسان وقتی به تشییع جنازه برود چهار گوشه جنازه را بر کتفش برداره و فرمودن هر کسی به تشییع جنازه یکی از اولیاء ما حاضر بشه، وقتی برمیگردد بهش گفته می شود استأنف العمل، و مانند روزی میماند که تازه به دنیا متولد شده، یعنی به برکت حضور در تشییع جنازه یکی از موالیان انسان از همه گناهان خودش پاک می شود. جنازه رسید به قبرستان، جنازه را گذاشتن کنار قبر، حضرت دست مبارکشون را بر سینه اون میت گذاشتن، فرمودن یا فلان ابن فلان ابشر بالجنه، فلانی اسمشو گفتن، یعنی نامش رو کاملا می دانستن. ابن فلان نام پدرش رو هم می دانستن. ابشر بالجنه، بشارت بهش بهش دادن، یعنی متوجه بودن که این شخص مرحوم از موالیان است، از دوستان است، از شیعیان است. بعدم بهش فرمودن لا خوف علیک، هیچ خوفی به دل خودت راه نده، نترس داشته باش از قبر، ترس نداشته باش از ظلمت قبر، از فشار قبر نترس، از سؤال نکیر و منکر نترس، از گرفتاری هایی که برای بعض انسان ها هست در عالم قبر و برزخ، از هیچ کدوم از اینها واهمه نداشته باش. و چون کلام حضرت اطلاق داره و مطلق است، حتی نسبت به گرفتاری های آخرت ترسی در دل خودت راه نده، فلا خوف علیک، هیچ ترسی بر تو نخواهد بود. شخصی که محضر حضرت بود عرض کرد یا ابن رسول الله،
شما به حسب ظاهر برای اولین مرتبه است که به این شهر قدم گذاشتید. شما اهل مدینه هستید، این شخص ایرانیه و اهل توسه. از کجا او رو شناختید؟ از کجا متوجه شدید نامش چیه؟ نام پدرش چیه؟ از کجا مذهب او را دونستید و متوجه شدید که او از موالیان است و بهش مژده بهش دادی و به او مژده عدم خوف و ترس بهش دادید؟ حضرت فرمودند ما همه دوستان خودمون را میشناسیم. هر روز نامه های اعمال دوستان و شیعیان ما به دست ما داده میشه و ما نامه عمل هر مؤمنی را هر روز مطالعه میکنیم. اگر چنانچه این مؤمن مؤمنه و دوست ما اگر چنانچه موفق بوده به انجام اعمال صالحه، شکرش را به جا میاریم در پیشگاه خدای عز و جل و در حق او دعا میکنیم. و اگر چنانچه این دوست ما، این مؤمن، سستی داشته نسبت به انجام اعمال خیر، نسبت به انجام وظایف و تکالیف، کاهلی داشته، سستی داشته، لغزش هایی داشته، خطاهایی مرتکب شده، از محضر حق تعالی تقاضا میکنیم که او را مورد عفو بخشش خودش قرار بده. بنابراین امام علیه السلام شیعه ها را میشناسه، با نام میشناسه، با نام پدر میشناسه، میداند کی به دنیا میآید اون شیعه و چه زمانی از دار دنیا میرود. امام علیه السلام حتی لحظه شهادت خودش را هم میداند. امام خبر داره قاتلش کیه، اطلاع دارد با چه وسیله قتالی از دنیا می رود و شربت شهادت می نوشد. آیا در محراب عبادت فرق و او شکافته می شود؟ این را کاملا از قبل به علم خدای عز و جل اطلاع دارد. آیا با زهر جفا از دنیا میره؟ کوزه آب را مسموم میکنن به زهر و به خورد امام علیه السلام میدن. کاملا مطلع. میوه ای را، انگوری را، اناری را زهر آلود میکنن و به خورد امام میدن. امام علیه السلام کاملا مطلع. هر کسی یک اجلی داره، یک مدتی باید در زندگی، در دنیا زندگی کنه و بعد هم باید از دنیا بره. تفاوت ما با معصوم اینه که ما نمیدانیم کی و چگونه از دنیا می رویم. امام علیه السلام میداند کی و چگونه و تسلیم امر خدای تبارک و تعالی هستند. اون چی که خدای عز و جل در کتابش، در کتاب قدر و قضایش نوشته است برای امام علیه السلام، امام هیچ گونه مخالفتی با نوشته الهی نداره. تسلیم امر خدای عز و جل. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. معصومین علیه السلام بندگان با کرامت خدای عز و جل هستند. در سخن از خدای عز و جل پیشی نمی گیرند، یعنی اون چرا که به زبان می آورند گفته خدای تبارک و تعالی است. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و فقط و فقط به امر خدای عز و جل عمل می کنند. هر عملی که از اونها صادر می شود دستور از ناحیه خدای تبارک و تعالی است. رضا می بینیم حضرت رضا علیه السلام وقتی می خواستن مدینه را ترک بکنن و بیان
به سمت خراسان، چون متوکل عباسی نقشه سیاسی داشت و به خاطر اون نقشه حضرت را وادار کرده بود که مدینه را رها کنه و بیان به طرف خراسان. حضرت چکار کردن؟ قبل از خروجشون از مدینه منوره خانواده خودشون را جمع کردن، امر کردن به خانواده خود که برایشون نوحه سرایی کنن. السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحت علیه قبل وصول القتل الیه. همه داشتن خوشحالی می کردن که دارن امام رو می برن برای ولایت عهدی، اما حضرت رضا علیه السلام نفرمودن برای من گریه کنید، فرمودن برای من عزاداری کنید، برای من الان امر اهله و عیاله بالنیاحت علیه، الان برای من نوح سرایی کنید. عرض کردن یا ابن رسول الله، گریه پشت سر مسافر این میمنت ندارد، خوب نیست، تا چه برسه به نوح سرایی کردن. فرمودن بله، اون مسافری که امید بازگشت داشته باشد. حضرت با کنایه داشتن به شیعه ها، به دوستان، به اهل بیتشون داشتن حالی می کردن که اینها قصدشون خدمت به من نیست، قصدشون خدمت به اسلام نیست، قصدشون شهید کردن منه، بناست مرا ببرن در بلاد غربت. اونجا در وقتی که حضرت غریبن و حضرت بیکسن، بناست اونجا منو ببرن، مرا مسموم کنن. فرمودن من میشناسم اون کسی که مرا مسموم میکنه، قاتلم را میشناسم، میدانم چگونه مرا مسموم میکنه و من سرانجام شهید میشوم و در شهر غربت اونجا به خاک سپرده میشوم. و فرمودن هر کسی به زیارت من غریب بیاد، من سه جا به داد او و به فریاد او میرسم. یکی اندل ممات، هنگام جان دادن، کسی که به زیارت حضرت رضا علیه السلام ولو یک مرتبه رفته باشد، وعده داده حضرت رضا علیه السلام که این شخص هنگام جان دادن، هنگام خروج روح از بدن، حتما حضرت به داد او خواهند رسید. لحظه سختیه، لحظه جان دادن، اونجا حضرت به دادش میرسن. یکی عند الصراط، و وقتی که بناس انسان بر پل صراط رد بشه که خداوند پل صراط را بر روی جهنم قرار داده است، لحظه بسیار سخت و غیر قابل تحمل، امام هشتم علیه السلام میفرماید من اونجا به داد شخص میرسم، شخص زائر. و سوم فرمودن عند تطایر الکتب، اون وقتی که نامه های اعمال به دست افراد داده میشد، که بعضی افراد نامه عملشون به دست راستشون داده میشود با عزت و حرمت و احترام، بعضی نامه عملشون را از پشت سر به دست چپشون داده می شود که مایه شرمساری و مایه خجلت و گرفتاریه. در اون لحظه می فرماید من به داد اون زائرم می رسم، بنابراین از شهادتشون کاملا مطلعن. حتی در حالات حضرت جواد الائمه علیه السلام دارد، چون حضرت رضا سلام الله علیه قبل از اینکه از مدینه بیان تشریف ببرن خراسان، رفتن برای زیارت خانه خدا. جواد الائمه 3 ساله را هم با خودشون بردن. حضرت جواد اونقدر سنشون پایین بود که قدرت طواف کردن را نداشتن، به کمک و مدد
غلامان حضرت طواف انجام میدادن، آقا جواد الائمه سلام الله علیه. یک روز بعد از طواف یکی از غلام ها آمد محضر امام هشتم علیه السلام، عرض کرد ابن رسول الله، فرزند عزیز شما حضرت جواد بعد از طواف نشستن در حجر اسماعیل نشستن و به شدت دارن گریه میکنن و ما سبب گریه رو نمیدونیم، علتش رو نمیدونیم. حضرت رضا علیه السلام حرکت کردن، آمدن نزد فرزندشون، فرزند عزیزشون را در آغوش گرفتن، سبب بکا و گریه را پرسیدن که چه سبب شده فرزند عزیزم شما داری گریه میکنی؟ عرض کرد بابا جان، من از نحوه طواف شما متوجه شدم این آخرین حجیه که شما به جا میارید، 3 سال بیشتر عمر نداره، قبل از امامتشه، از آینده کاملا مطلع و با خبر است و میداند که پدر بزرگوارش را مسموم میکنن و دیگه غیر از این مرتبه دیگه مرتبه دیگری فرصت و مجال پیدا نمیکنه حضرت رضا علیه السلام برای زیارت کردن خانه خدا. بنابراین چیزی از علم امام علیه السلام هیچی پنهان نیست. الان امام زمان سلام الله علیه که عزادار جد بزرگوارش حضرت رضا علیه السلام، هر جای این عالم که هستن دارن ما را میبینن، همه ما را میشناسن، از اوضاع زندگی ما با خبرن، ظاهر ما را میدانن، از نیت قلبی ما هم مطلع هستن. اون چی که در دل ما میگذرد آقا امام زمان علیه السلام کاملا ازش مطلع و باخبر هستن. امیدواریم که ما متوجه این مطلب بشویم و خودمون را در محضر امام زمان علیه السلام بدانیم و با اعمالمون رضایت خاطر مبارک امام زمان علیه السلام را انشاءالله تحصیل کنیم. الهی آمین. دعای بسیار خوب و دعایی است که انشاءالله در حق همه شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه انشاءالله مستجاب بشه به برکت عنایت حضرت رضا علیه السلام در این روز. بینندگان عزیز، میان برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، به استودیو برمیگردیم و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و تشکر میکنم که با ما همراه هستید. اولین سوالی که بیننده محترمی مطرح کرده این هست که برای مرگ عزیزان اگر شخصی جامه چاک کند و یا خودزنی کند به طوری که اثر آن در بدن باقی بماند چه حکمی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جامه چاک زدن و پیراهن پاره کردن در مصیبت از دست دادن پدر
و برادر اشکالی نداره، چون معصوم علیه السلام این کار کرده، اشکالی نداره. اما برای غیر پدر و برادر این اشکال داره، جایز نیست. مثلا یک کسی برای مصیبت از دست دادن همسر این کار بکنه، برای مصیبت از دست دادن مثلا اولاد خدا نکرده این کار بکنه، این جامه چاک زدن، پیراهن باره کردن، این روا نیست، جایز نیست، حرامه. اما خود زنی، لطمه به صورت زدن، ضربه به بدن زدن، میفرماید اگر چنانچه اثری نداشته باشه در بدن، طوری بزنه که اثری نداشته باشه، ایرادی نداره، خب بالاخره مصیبت زده است. اما اگر چنانچه بزنه خود را به طوری که خودش را زخمی کنه، این جایز نیست، این حرامه و باید انسان کفاره بده برای این عملش. باید اگر خودش را زخمی کنه در مصیبت عزیزان، باید کفاره بده. البته همه این موارد نسبت به مصیبت اهل البیت و مصیبت امام حسین علیه السلام این استثناست. هیچ کدوم از اینها اگر انجام بگیرد در عزای امام حسین علیه السلام هیچ ایرادی و هیچ اشکالی نداره. انسان لطمه بزنه، به سینه بزنه، به پا بزنه، به سر بزنه، اثر داشته باشه، اثر نداشته باشه، زخمی بشه، زخمی نشه، مسئله امام حسین علیه السلام و عزاداری برای امام حسین سلام الله علیه اون حساب جدایی دارد. بله. عزیز بیننده پرسیدن که نذر کردم نام دخترم را به اسم یکی از دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار دهم، اما شوهرم موافقت نمی کند، تکلیفم چیست؟ خدمتون عارضم، اینجا چون انتخاب نام برای فرزند حقی است از حقوق پدره، پدر حق داره که نامی برای فرزندش انتخاب کنه، بنابراین اصلا در صورتی که شوهر با نظر این زن مخالفت بکنه، یعنی زن نذر کرده نام دخترش رو بگذارد، معصومه. اما در اسلام حق انتخاب نام به پدر داده شده، پدر میگه من نمیخوام نام دخترم معصوم باشه، این نظر این زن اصلا منعقد نمیشه و مخالفت با این نظر کفاره نداره، چون اصلا نظر باید مورد نظر باید مورد راجحی باشه و اینجا راجح نیست در صورت مخالفت با شوهر و حق شوهر. بله. عزیز بیننده پرسیدند که آیا مرد حق دارد همسر خود را از درس خواندن باز دارد؟ نه، چنین حقی ندارد. زن میتونه درس بخونه، عالم بشه، مهندس بشه، دکتر بشه، مجتهد بشه. مرد حق جلوگیری کردن از درس خواندن زن را نداره، الا اینکه بیرون رفتن زن از خانه برای درس خواندن یا برای هر امر دیگری، این منوط به اجازه شوهره. شوهر میتونه ممانعت کنه از بیرون رفتن زن، چون این حقیه که اسلام این حق را به مرد داده. خب اما نمیتونه به زن بگه تو حق درس خوندن نداری. زن میتونه در خانه درس بخونه و عالم بشه، اما رفتن بیرون، خارج شدن از خانه، این منوط به اذن شوهره، شوهر باید بهش اجازه بده. بله. عزیز بیننده پرسیدن که آیا مرد میتواند پوشش یا طرز لباس خاصی را بر همسر خود تحمیل کند؟ اگر این پوشش خاص غیر شرعیه، مثلا مرد بخواد زنش با شلوار کوتاه بره تو کوچه، اینجور دلش میخواد این زن با پیراهن آستین کوتاه
بره تو کوچه. خب این شرع رو اجازه نمیده. در اینجا اطاعت این زن از این مرد واجب نیست. در معصیت حرف شوهر مورد اطاعت واقع نمیشه. اما اگر چنانچه نه، اون پوشش اسلامیه، دلش میخواد فلان پوشش اسلامی را این همسرش داشته باشد، اینجا میتونه زن از این شوهر چیکار کنه؟ میتونه اطاعت بکنه و خارج شدن این زن از خانه با این پوشش منوط به اجازه شوهره. اما اگر چنانچه بخواد زن یک پوشش خاصی داشته باشه ولو این پوشش اسلامیه و شرعیه، بیرون رفتن او از خانه منوط به اذن شوهره. بله، عزیز بیننده پرسیدن که قسم خوردن به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام آیا شرعی است؟ در اسلام قسم خوردن شرعی، قسم خوردن به نام خدای تبارک و تعالی است. مثلا گفته بشد والله قسم، بالله قسم، یا به فارسی بگید به خداوند قسم. اما به غیر نام خدای عز و جل کسی قسم بخورد، به نام یکی از بزرگان، یکی از ائمه خدا علیه السلام، یکی از امامزاده های محترم، به نام آقا ابوالفضل علیه السلام، این قسم شرعیت نداره. یعنی مخالفت با این قسم کفاره شرعی را به بار نمیاره. اگر چه بهتر اینه که انسان با چنین قسمی مخالفتی نکنه، اما اگر حالا مخالفت کرد کفاره بر گردنش نیست. بیننده پرسیدن که من صورتم را نمی پوشانم، آیا می توانم صورتم را آرایش طبیعی کنم؟ اشکالی ندارد آرایش بکنه، اما برای همسر خودش آرایش کنه. اگر آرایش کرد صورت خودش را، این حق ظاهر کردن صورت آرایش شده اش را نداره، چون یک نوع زینته. با قرآن کریم به طور مطلق فرموده ولا یبدین زینتهن، زینت خودشون را نباید آشکار کنن برای دیگران. حالا چه این زینت و این آرایش غیر طبیعی باشد یا چی طبیعی باشه، شدید باشه یا خفیف باشه، مادامی که عرفاً گفته بشه این زن صورت خودش را آرایش کرده ولو آرایش خفیف طبیعیه، این حق ظاهر کردن این صورت خودش را نداره. بله، بسیار ممنون. ولو کارمند جاییه و مثلا رئیس مثلا اون اداره دستور داده که حتما کارمندای من باید آرایش خفیفی داشته باشن، این دستور رئیس اداره باعث نمیشد که انسان حکم خدا را زیر پا بگذارد و بهش توجه نکنه. بله، بسیار سپاسگزارم از شما، استفاده کردیم و انشالله که همه عزیزانی که بیننده ما هستند و سوالات خودشون رو مطرح کردن هم بیننده این برنامه بوده باشند و پاسخشون رو دریافت کرده باشند. انشالله که در برنامه های آتی هم فرصتی باشه بیشتر خدمت شما عزیزان و سوالات شما رو پاسخگو باشیم. دعاگوی شما هستیم انشاءالله در سرزمین کربلا، شما هم در هر کدام از عطوات عالیات مشرف هستید، انشاءالله دعاگو باشید و توفیق خدمت بخواید از خداوند متعال برای همین عزیزانی که در شبکه امام حسین علیه السلام خدمتگزار شما هستند. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر وجعلنا بفضلك من خیر اعوانه وانصاره. یا علی مدد، خدا نگهدار.